اگر دوستان تشخیص میدن که ما برای ادامه کار جلسه نسبت به این اصولی که اصول فصل اول است و اصول اساسی است ضرورت داره منتظر باشیم که روز یک شنبه با بازگشت عده‌ای از نمایندگان که به مناسبت این دو روز به شهرهاشون رفتن با حضور عده بیشتری کارمون ادامه بدیم، مخالفتی نیست. به عنوان یک پیشنهاد مرقوم میفرمایید، پیشنهاد رو به رأی میگذارم. می توانیم مطرح کنیم که آقا چون منافاتی نداره که بعداً تصویب کنیم. آقایون اگر موافق باشن، اگر کسی پیشنهاد داره باید پیشنهاد، پیشنهادی هست، پیشنهاد آقای موسوی هم ممکنه مرقوم بفرماین، پیشنهادها رو کتما لطف کنید که بتونم من به رأی بگذارم. آقای توضیح خوب است، جنابالی بفرماید از اونجا چون منعکس در خارجم بشه. و آن این است، رأی ندادن چند نفر به این ماده نه معنیش این است که به اساس آن مخالفن. ممکنه به عبارتش، قیودش، کم و زیادش این وحشتی نداره. به این ماده رأی ندادن کاملترش میکنیم، فردا رأی میدن. این وحشتی نداریم از انعکاس این مسئله. عبارت چه کافی نمیدونم. بله، متشکرم. این مطلب برای همه کسانی که به کار این مطلب برای همه کسانی که به کار مشورت و تبادل نظر و دقت برخواست از آن و ضرورت این تبادل نظر و دقت در کار تدوین هر قانون و هر تصمیم گیری مربوط به سرنوشت ملت و انقلاب به خصوص نسبت به قانون اساسی آشنایی دارن، روشنه که وقتی اصلی رو ما اینجا با کیفیتی و تعبیری و تنظیمی خاص مطرح کنیم و رأی موافق کافی برای تصویب آن نداشته باشیم، هرگز معناش کنار گذاشتن آن اصل نیست و همچنین اونهایی که رأی موافق ندادن معناش اون نیست که نسبت به اصل محتوای رأی نظر موافق ندارن، چه بسا کسانی هستند که میخواهند با افزودن یک قید، یک کلمه، این محتوا کاملتر بشه یا تعبیر رساتر بشه. و ما همینطوری که اشاره فرمودید، نه ما و نه ملت ما هیچ نگرانی ندارد که با این تبادل نظرها و دقتهای بیشتر کار استوارتر و بهتری انجام بدیم و انشاءالله مشمول هدایت و عنایت و توفیق و تایید خداوند خواهید بود. تمامی این عده 7 نفر رأی ممتنع یا مخالف دادن. 7 نفر مسئله نیست. اگه ما 72 نفر بودیم و این 7 نفر رأی مخالف و ممتنع می دادن با 65 رأی صحیح. این کار اشتباه. چرا آقا میفرمایید کار اشتباهی بود با توضیحی که بهتون دادم؟ آقا بلا، این کاملا قابل پیشبینی بود برای برادر زردشتی من. طبعا این ضرورتی نداره که همه قوانینی که وضع میشه مطابق با قانون اساسی باشه. 4 نفر ما داشتیم با 52 نفر، این کاملا قابل پیشبینی بود. این اشکالی نداشت و ضرورتی نداشت و هیچ مسئلهی به وجود نمیاره. پیشنهاد آقای بله، اصولا من بله توضیح آقای هاشمی نژاد رو میدونم که مستلزم پاسخی از طرف اون دوستان است، چون چه بسا خود اون دوستان همونطوری که به اصل جمهوری اسلامی رأی دادن در همین مسائلم رأی بدن. من
برام قابل فهم و قبول نبود سخن برادرمون آقای هاشمی نژاد. آقای موسوی تبریزی پیشنهادی دادن که پیشنهاد میکنم جلسه تعطیل شود تا روز یکشنبه. آقای رشیدیان پیشنهاد دادن که امروز چند عصر مورد بررسی قرار بگیرد و روز یکشنبه مجدداً به صورت مجمل درباره اون بحث شود و تصویب شود، به خصوص که اصول کلی است، هر اندازه رأی بیشتر بیاورد محکمتر خواهد بود. اول پیشنهاد آقای موسوی تبریزی مطرحه که ما جلسه رو تعطیل کنیم برای روز یکشنبه و احیانا استدلال ها و بحث ها رو دیگران هم بشنون که در رأی اونها مؤثر باشه. بگید پیش از دو یک ساعت رو مال وقت جلسه است. اگر عذر شرعی داشته باشیم باید ادامه بدیم. بله طبیعی است، حق با جناب عالیه. بله به همین دلیل ما پیشنهادشون رو به رأی میگذاریم که اگر موافق نبودن این رو هم عنایت بفرمایید که ما به دعوت گروه اول برای تبادل نظر پیرامون یک اصل که متن او هنوز آماده نشده نیاز بود که با شرکت گروه های دیگر گروه اول تبادل نظرش رو ادامه بده. امروز صبح ما جلسه ای داشتیم که مفید و مؤثر بود. صبح یک شنبه ساعت 8:30، چون ما کارهای قبلیمون رو تا 8:30 تمام میکنیم، ساعت 8:30 در همون اتاق گروه سه، البته چون اون اتاق بزرگتره، در اتاق گروه سه، چون اینجا محل تشکیل یا جلسات علنی است یا جلسات خصوصی و همونطور که خودتونم ملاحظه کردید اون جلسه که ما داریم درست با شیوه جلسات گروه ها برگزار میشه و نه با شیوه و مقررات با آیین نامه جلسات علنی و نه با آیین نامه جلسات خصوصی. طرز کارمون ایجاب میکنه که به همون صورتی که در سنت‌های پارلمانی هم بوده جلسه مشترک چند کمیسیون از قدیم هم معمول بوده برای بررسی مسائلی که باید نظرات مختلف پیرامونش داده بشه. بنابراین محل تشکیل جلسه اونجا خواهد بود و روز شنبه ساعت 8:30 خواهش میکنیم نمایندگان محترم تشریف بیارن به همون اتاق. خوب، پیشنهاد روز یک شنبه. چه روزی عرض کردم؟ روز یک شنبه بعد. یک شنبه. عذر میخوام. پیشنهاد آقای موسوی تبریزی رو به رأی میذاریم. موافقین دست بلند کنن. ۲۴ رأی از 55 نفر. این پیشنهاد رد شد. البته برای این پیشنهاد نصف به علاوه یک کافی بود. پیشنهاد بعدی خود به خود پیشنهاد بعدی است که آقای رشیدیان ارائه کردن. اینجا یک اصل پیشنهادی دیگر برای دستور جلسه امروز آماده شده بود، این اصل را هم مطرح می کنم. این تقاوم واقع شده بود. عرض کنم که نخواستم بگم آیون در مقابل ما موضع گیری دارن. این کاملا طبق روال اعتقاد اونهاست و مکتب اونهاست و رای اونهاست که اگر خواسته باشن رأی ممتنع بدن، مسئله ای نیست. این جسارت تلقی نشده باشه. خواهش می‌کنم. ضمناً یادآوری میکنم ماده آیین نامه رو که برای ادامه کار ما حضور نصف به علاوه یعنی 38 نفر کافی، 37 نفر حتی بر طبق 72 نفر. بنابراین ما جلسمون تا حضور 37 نفر ادامه داره. اصل ششم، یک تذکری میدم قبل از خوندن این اصل از طرف گروه و اون این است که اگر آیان درباره این اصل مطلبی دارن که مربوط میشه به اصول قبلی، دیگه اونو وارد این بحث نکنن.
ما یه مطلبی درباره اصل 4 داریم، یک مطلبی درباره اصل 5 داریم که بعداً میاد. فعلا درباره خود این اصل اگر صحبتی از مطرح بشه، اصل 6 رو میخونم. در جمهوری اسلامی شورا یکی از مبانی اساسی امور جامعه هست، جامعه است و امرهم شورا بینهم. لازم بوده که یک نفر از طرف گروه پیرامون این توضیح بده. اگر از دوستان گروه کسی اینجا آمادگی نداره، خود من این کار رو انجام بدم. توجه بفرمایید که مشورت و نقش مشورت از نظر قرآن و اسلام بیش از هر چیز در جهت کامل تر بودن تصمیم گیری هاست و اینکه هر یک نفری یک عقل و خرد دارد و یک مجموعه و چند نفر چند عقل و خرد و اندیشه دارند. این اصل رو گروه ما بر این پایه به این صورت تنظیم کرده. این غیر از مسئله نقش آراء عمومی و آراء است، اون در اصل بعدی میاد. در این اصل بر طبق تعلیم قرآن کریم تکیه شده است روی این که در نظام جمهوری اسلامی همواره باید در تمام امور مشورت مورد توجه قرار بگیره و مصادر امور، حتی فرض کنید رئیس یک اداره، رئیس یک مؤسسه، سعی کنند و موظف باشند شوراهایی داشته باشند که این شوراها به بررسی کاملتر و تصمیم گیری همجانبه تر در حدود وظایف و مقررات و محدوده قوانین و اختیارات اونها کمک بکنه. بنابراین گروه این اصل رو بر این اساس پیشنهاد کرده: نقش شورا و مشورت در بهتر اداره شدن جامعه، نقش آراء عمومی و اینکه پشتوانه قدرت و قانونیت و نفوذ و تأثیر حکومت، این در اصل بعدی است که خواهد آمد. این توضیحی بود که من درباره این اصل لازم می‌دونستم از طرف گروه بدم. حالا دوستانی که بخوان صحبت کنن لطفاً نوبت بگیرن برای صحبت. آقای مکارم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. ما همون اندازه که باید به مسئله اسلامی بودن این قانون اهمیت بدیم، باید به مردمی بودن اون هم قانون اساسی اهمیت بدیم. اون هم به خاطر اینکه اسلام به ما یاد داده و امرهم شورا بینهم یک دستور مسلم اسلامی است. پس اسلامی بودن جمهوری مسلم و مردمی بودن اون هم با الهام از دستور اسلام اون هم مسلم. به همین دلیل بنده فکر میکنم این اصل خیلی کوتاه و کم نوشته شده و خیلی یواشکی به اصطلاح ازش رد شده، در حالی که در اون پیشنویس سابق یه عبارتی داشت با تأکید بیشتر که تمام امور کشور بر اساس شوراهایی که بر ضوابط اسلامی تشکیل می شود
اداره می شود. این عبارتش الان مطالعه می کردم اینجا پیش من نیست، اما خب یه عبارت کاملتر و صریح‌تری داشت. بنده پیشنهاد می کنم این اصل رو یه مقدار کاملتر کنیم، چون این یکی از پایه‌های مهم قانون اساسی است، جنبه مردمی بودن آن. برای اینکه ما در همین برنامه انقلاب هم دیدیم اسلام پایه بود و مردم بازوی انقلاب بودن، به همین دلیل باید خیلی روی این مسئله شورا تکیه کنیم و بدون اون هم نمیشه کارها رو انجام داد بدون مشارکت مردم. در اینجا اولا کلمه ای دارد جامعه. منظور از جامعه چیه؟ یکی از مبانی اساسی امور جامعه است. مراد از جامعه حکومته، پس صریحا چرا نمی نویسیم حکومت؟ اگر منظور این است تمام مسائل اجتماعی حکومت و غیر حکومت، و الا ما مبنای جامعه رو منهای حکومت بخوایم تعیین بکنیم کافی نیست. باید صریحا معلوم بشود که آیا حکومت ما بر اساس مشورت هست یا نیست. کلمه جامعه کلمه گنگی است در اینجا و مقصود نمی رساند، مثل اینکه مبهم و کلی گفته شده و از اینجا رد شد. و اما امرهم شورا بینهم هم بریده نوشته شده است، باید بینیم با الهام از آیه کریمه و امرهم شورا بینهم در جمهوری اسلامی چینی. باز این آیه هم آخر حتی بدون استناد به قرآنی بودنش و بدون حفظ ارتباطی که در یه جمله فارسی لازم است ذکر شده. بنابراین بنده سه تا پیشنهاد اصلاحی دارم اینجا. یکی این که این اصل جامعه تر و کامل تر بشه، جنبه های مردمیش کاملا منعکس بشود. دومم جامعه از این صورت ابهام در بیاد و مسئله حکومت حالا به هر شکل آیون صلاح میدانن منعکس بشود. و سوم آیه هم به صورت استناد و پیوند صحیح فارسی ذکر بشود. این سه اصلاح رو بنده پیشنهاد میکنم. یک یادآوری میکنم که اینجا یک کلمه اداره از نظر تنظیم عبارت افتاده. در جمهوری اسلامی شورای که از مبانی اساسی اداره امور جامعه است و امرهم شورا بینه. این رو هم برای اینکه ایشون گفتن نبوده پیششون، اصل قبلی رو میخونم. اصل سه در پیشنویس قبلی: آراء عمومی مبنای حکومت است و بر طبق دستور قرآن که وشاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم، امور کشور باید از طریق شوراهای منتخب مردم در حدود صلاحیت آنان و به ترتیبی که در این قانون و قوانین ناشی از آن مشخص می شود حل و فصل کرده. و توضیح می دم که اون بخش آراء عمومی مبنای حکومت است در این پیشنویس جدید یک اصل مستقل شد با توضیح خیلی بیشتر، و بقیه که مربوط به نقش شوراها بوده به این صورت خلاصه در اومد و نوشته شد: در جمهوری اسلامی شورایی که از مبانی اساسی اداره امور جامعه هست و امرهم شورا بینه. بله، یک اصل و دو اصل کرد. آقای کجاست؟ آقای صورت اسامی اینجا، آقای موسوی اردبیلی بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. این پیشنهاد اصلاحی که برادر ما دادند و مقایسه کردند با این
پیشنهاد با این پیشنویسی که ثابت بود اصل 3 آراء عمومی مبنای حکومت است و بر طبق دستور قرآن که و شاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم امور کشور باید از طریق شوراهای منتخب مردم در حدود صلاحیت آنان و به ترتیبی که در این قانون و قوانین ناشی از آن مشخص می شود حل و فصل گردد. این را این یک اصلی بود، اون وقت تنظیم شده بود. آیون در اینجا همونجور که در خدمت شما این اوراق هست اینها را جدا کردن، من فکر می کنم این مبناش یک فکری بوده، منتظر بودم آقای بهشتی شاید تذکر بدن، ایشون چون تذکر ندادن این جهت را، من خودم به تردید افتادم که اصلا مبنا او بوده یا مبنای دیگری بوده. این مسئله در ذهن من هم بود. سازمان‌های کشوری، اون سازمان شوراها، اصطلاحاً شوراها میگن، مثل این که یک چیز دیگری است در مقابل این نحوه تشکیلاتی که پارلمان ما داریم. شوراها از اول از سطح روستاها شروع شود، بعد به بخشها، بعد به شهرها و شهرستانها و استانها، بعد از همین شوراها نمایندگانی در شورای مرکزی جمع شوند، بعد رئیس شورا با وضع خاصی کشور را اداره کند. این خودش یک نحوه تشکیلاتی است. البته ما در این اساسنامه بر طبق پیشبینی که شده این سازمان اگر آیون رأی بدن به این نحو، معلوم میشه او را نپسندیدن. قبلا هم صحبت بود، حتی در جرائد و روزنامه ها از طرف پاره از گروه های سیاسی پیشنهاد شده سازمان کشور به سبک شوراها اداره شود. اگر منظور این بوده جدا کردن اینها، اون وقت یعنی اینجور بوده: یک آراء عمومی داریم که با این آراء نمایندگان را برای پارلمان انتخاب میکنیم و با این نحو مملکت را اداره میکنیم از طریق پارلمان و دولت، نخست وزیر و امثال اینها، جدا کردنش لازم بوده و باید هم جدا بشه. البته راجع به شوراها باید یه مقدار تفصیل بیشتری داده شود اون وقت، برای اینکه ما بنابر این بحث، بنابر این نظر که اگر صحیح باشد، دو چیز را جمع کرده ایم: هم تشکیلات کشوری ما، تشکیلات پارلمانی است، از راه انتخاب مردم نمایندگان خود را و فرستادنشان به پارلمان و نخست وزیر و هیئت دولت و اینها اداره میکنیم، از اون طرف هم شوراها را به تمام معنا رد نمی کنیم در کنار این. این یه سبک خاص خواهد بود طبعا. دو سه تا اصل در اینجا هست، یکی دو اصل در اواخر قوه مقننه هست، اما من معتقدم با همه اینها درست تشریح نشده. یعنی شوراها در کجای این تشکیلات اداری ما و سازمان ما قرار خواهند گرفت و چگونه رابطه در میان اینها برگزار خواهد شد. برای اینکه هم شوراها را قبول داریم و او را مبنای اداره کشور می‌دانیم، همون جور که در اینجا نوشته شده مبنای اداره جامعه می‌دانیم، و هم نمی‌خواهیم
از راه شوراها از همون جور که از پایین انتخاب میشه میاد بالا تا بیاد برسد به شورای مرکزی و شورای مرکزی کشور را اداره کند، هم اونجور نمیخواییم قرار بدیم. البته من نمیخوام بگم که این نشدنیست یا غلطه یا محکومه، من نمیخوام اینو بگم. میخوام بگیم یه مقداری باید روشنتر، صریحتر رابطه این شوراها را با سازمانهای دیگر باید در قانون اساسی روشن کنیم. گذشته از این، اگر ما این دو اصل را که شوراها در اونجا گفته شده، یکی همون مقداری که یه خط خونده شده بیبایه و امرهم شورا بینهم، بعد هم در اصل بعدی گفته می شود که در همه سطوح کشور حاکمیت ملی، تعبیر حاکمیت ملی نیست، الان این چیز پیشم نیست بخونم، با آراء مردم است، بعد اون آخرش باز میاد مسائل شوراها را مطرح میکند، شورای روستا و شهرستان و بخش و استان، امثال اینها، حداقل اون قسمت شوراها را در این اصل اضافه کنیم، به آیم تمسک کنیم، این اصل جندار میشه، چیز دیگری هم اگر لازم نبود اضافه نشه، اما این دو بخش هر دو مربوط به شوراهاست ما دایی نداریم. در اینجا شورا را مختصر بگیم، بعد بیاییم در اون آرایی که میگیم اول انتخاب رئیس جمهور اینها، بعد بیاییم در اون زیرش مجدداً بحث شوراها را بگیم. این دوتا اگر تلفیق بشه شاید نظر آقای ناصر، آقای مکارم هم تأمین بشه، نظر دیگران هم تأمین بشه.